сархати хабарҳо боздошти собиқ консули тоҷикистон дар афғонистон аблаваи ҷавонон аз байн меравад оё байни исроилу лубнон оташбас мешавад салом имрӯз ҷумъа 27 сентябри соли 2024 аст ман бо шумо ҳастам фирузи ҳаит тибқи маълумоти расида абдулфайз атои собиқ сухангӯи вазорати корҳои хориҷӣ از جانب مقامات کشور بازداشت شده است. گفته می شود که پیشتر هم در وظیفه کنسول تاجیکستان در شهر قندوز افغانستان ادای وظیفه کرده است از ماه آگوست سال جاری همراه سابق وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی بازداشته است اما خبری بازداشتش تازه از جانب رادیو آزادی رسانه می شود تا کنون جای خبری بازداشتی او نشر نشده بود زیرا مقامات درباره بازداشتی او تا حال هیچ معلومات برای جامعه تاجیکستان ایران نکردند بنا به اطلاع منبع خشاوندان اتایی هم در این باره با کسی صحبت نکردند و صحبت با رسانه ها نیز خودداری میکنند از این رو معلوم نیست که اتایی به چه گناهی متهم می شود وکیلان دیفا هم با باهانه مهر مخفی داشتنی پرونده در این باره چیزی نمیگویند. باید گفت که در ماه یونی سال 2024 مقامات تاجیکستان چند نفر از چهره های سرشناس کشور را بازداشت کرد که در بین آنها سابق وزیر کارهای خارجی همروخان ظریفی نیز بود. همروخان ظریفی در گذشته به حیث سفیر تاجیکستان در آمریکا و ژاپن نیز کار کرده است. деҳтар расонаҳо аз боздошти якбаршоҳ искандаров раиси собиқи шӯрои олӣ ва иҷрокунандаи вазифаи президент аҳмадшо комилзода муовини раиси ҳизби демократи тоҷикистон инчунин шокирҷон ҳакимов ҳуқуқшиноси шинохта ва муовини раиси ҳизби сосиалдемократи тоҷикистон хабар доданд мақомот то ҳол сабаби боздошти ин чеҳраҳои шинохтаро расман шарҳд نداده اما این بازداشت ها در حال صورت گرفتن که مقامات پیشتر از همه سی جفر اثمانزاده رئیسی سابق حزب دموکرات تاجیکستان و سابق وکیلی پرلمان را با ایتیام غصب حاکمیت دستگیر کرده بود و دادستانی کوری کشور یوسف رحمان نیش وقتی از پرلمان بکار کردن دخل نپذیری وکیلی او را درخواست میکرد گفته بود که پرونده جنویتی با ایتیام غصب حاکمیت برزیدی سی جفر اثمانزاده و دیگران کشده شده است. تحلیلگران هست می که بازداشت این افراد شناخته محض به پرونده اثمانزاده رب دارد. گفتم می تا حال نزدیکان این افرادی بازداشت شده موفق نشدند که با آنها دیدار کنند. وزیر مدافع توجیکستان شیرالی میرزا از زیردستان خود خواسته است که زیمنی دعوت تیرماهی جوانان به ارتش دست به قانون شکنی نزنند. در این باره او در جلسه با اشتراک کمیسران حربی شهر و نایه های کشور گفته است. بنا اطلاع وزارت دفاع کشور در این جلسه که در آستانه آغاز دعوت جوانان به ارتش برگزار شد، مسئله فرستادن جوانان سالم و بردم به صف قواهای مسلح، پیشگیری از اصولهای غیر قانونی دعوت و مبارزه با قانون شکنی از جمله فساد بررسی شدند. وزیر در رابطه با آغاز موسم دعوت بهاری با وجود پره اجرا شدن این نقشه دعوت در شهر و نایه های کشور پیش از مهلت نگرانی خود را از وجودی بعض کمبودی ها در فعالیت کمیسیریت های حروی بیان کرده اما گفته نشده که وزیر دقیقا از کدام کمبودی ها نگرانی کرده است. این چون شرالی میرزا در این جلسه به زیر دستانش سپاریش داده که برای برطرف نمودنی همه گونه مانعه و مشکلات جای داشته پیش از همه با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ها، اهل جامعه و مردم همکاری نموده با جوان پیسران سینی دعوتی و والیدانی آنها کارهای فهمانددهی داده گذارانند گفته می شود دوتی تیرموهی برتیش از یکمی اکتبر آغاز شده تا سیومی نایبری سال جوری ادامه خواهد کرد و جوانانی که سالهای تولدشان 1997-2006 می باشد برتیش برده می شوند. باید گفت موضوع دعوت جوانان به در تاجیکستان همان داغ باقی می موند. زیر و شکایت از شرایطی بد مناسبتی برحمانه با سربازان و حالتهای مرگ جوانان در قسم های نظامی ادامه دارند. در سالهای اخیر مقامات به غیر از ابلاوه از اصول نوی دعوت استفاده می کنند. از جمله مثل گرفتن واریدان به گروگانی، خط کردن برخ خانه ها و بستن درهای مسجد ها برای آنهایی که فرزندانشان به خدمت نامعلوم است که وزیر شیرالی میرزا در جلسه خود این موضوع را بررسی کرده است یا نه. اما کارشناسان بر این نظرن که تا در سیستم وزارت دفاع تغییرات کلی صورت نگیرد با دستور و سپارش ها این مشکلات برطرف نخواهند شد. ба иттилои расонаҳо рӯзи панҷшанбе сарвазири исроил бинямин натанёҳу вашингтонро аз омодагии худ барои музокирот дар мавриди барқарории оташбаси муваққатӣ дар лубнон хабар додааст ин ҳам дар ҳолест ки шоми рӯзи чоршанбе 25 сентябр раиси ҷумҳури амрико ҷо байден дар як суханронӣ аз хатари оғози як ҷанги фарогир дар ховари миёна ҳушдор дод ва аз исроил хост барои оташбас иқдом кунад همزمان وزیر کارهای خارجی آمریکا آنتونی بلینکن ضمن تاکید این که احتمال یک جنگ فراگیر در تمام خواهر میانه خیلی زیاد است گفت که با راه های دیپلماتی و مذاکرات میتوان شدت آن را کاهش داد در همین حال برخی رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که اعلانی آمادگی برای مذاکرات با حزب الله از جانب نتانیاهو حقیقت ندارد قبلا رسانه های اسرائیلی از قول مقامات این کشور خبری اظهار آمادگی نتانیاهو را برای مذاکرات با حزب الله نشر کرده بودند گفته می شد که جانبی حزب الله هم از این اعلان استقبال کرده و از مذاکرات خوشبین هستند اما ساعت پس مقامات اسرائیلی این را رد کردند و اعلان کردند که چنین چیز وجود ندارد و حمله های نظامی طبق نقشه‌ای که از جانبی نتانیاهو پیش شده است ادامه خواهد یافت مقامات اسرائیل میگویند که اظهارات بایدن تنها جنبه پیشنیادی دارد و چون این پیشنیاد را فرانسه نیز کرده است ولی جنگ باید ادامه یابد با این اظهارات مقامات اسرائیل برخی از کشورهای غربی واکنش نشان دادند تحلیلگران بر این نظرند که حکومت بایدن در قیاس با حکومت‌های قبلی در اداره بحرانی پیش آمده در خاور میانه ضعیفتر است و نمیتواند بالای حکومت اسرائیل تاثیر رساند یادوار میشیم که از روزی پنجشنبه 19 سپتامبر اسرائیل حمله های خود را به منطقه جنوبی بیروت پایتخت لبنان شدت بخشید طبق اطلاع مقامات این کشور تنها در حمله های دیروز اسرائیل به لبنان دست کم 140 نفر کشته شده حدود 200 نفر زخمی شدند инҷо расидем ба поёни хабарҳои имрӯза бинандагони аз метавонед шарҳи муфассалу ахбори бештарро аз сомона ва шабакаи телеграми азотвӣ пайгирӣ ва мутолеа кунед обу нашудан дар шабака youtub iнсtaграм ва тикток инчунин гузоштани лайку навиштани шарҳро дар зери матолиби мо фаромӯш насозед хартодидор худо нигаҳдор